أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. خب ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست که به همین مناسبت میخواهیم چند کلمه راجع به این بانوی مکرمه اسلام نکاتی رو خدمت به عرض برسانم. اول اینکه عظمت این بانو به حدی است که قبل از اینی که این فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر موسی بن جعفر علیه السلام به دنیا بیاید، پدر بزرگش به اصطلاح آقا امام صادق علیه السلام قبل از ولادت این بانو حدیث بسیار زیبایی دارد درباره عظمت این بانو، و اینطوری یک مقدمه ای را برای عظمت این بانو می فرماید که ان لله حرما و هو مکه، برای خدا یک حرمی هست و اون مکه هست، بیت الحرام، خانه خدا. و ان لرسوله حرما و هو المدینه، برای پیامبر گرامی اسلام یک حرمی هست و اون حرم در مدینه هست. و ان لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، برای آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام یک حرمی هست و اون کوفه هست. و ان لنا، و بعد بر بقیه اهل بیت، یعنی غیر از پیامبر گرامی اسلام و آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، برای همه ائمه غیر اینها یک حرمی هست و هو قم، و او قم هست. بعد فرمودن ستدفن امرأتا منا، مثلا به زودی در این شهر، چرا حرم هست؟ خب اون وقت حرمی نبوده در قم، به زودی یکی از خانمها و از فرزندان ما که از نسل من هست و اون یک خانم هست، یک بانو هست، در این شهر مدفون میشد. منظاره ها وجبت له الجنه، کسی که زیارت بکند این بانو را، در بعض روایات آمده است عارفن به حقها، یعنی به حقشان عارف باشد، شناخت داشته باشد که این یک بانوی مکرمه هست، اعتقاد به خانوادهش داشته باشد، به ائمه اطهار و 14 معصوم، بهشت بر او واجب می شود. و در بعضی روایات آمده است که قم کوفه صغیره است. قم مثل کوفه است اما کوچکتر. کوفه یا شهر نجف که شما تشریف بردید، مسجد کوفه چقدر عظمت دارد که حتی راه رفتن در نجف و کوفه ثواب دارد، همینطوری انسان راه بره، البته گناه نکنه، ولی همینطوری در نجف راه بره، در کوفه راه بره، ثواب داره. خوابیدن در اونجا عبادت هست. خب قم هم فرمودن که همون مراتب را دارد ولی در یک مقدار کمتر از اون. قم کوفه صغیره هست، قم یک کوفه است ولی کوچکتر از اون. خب الان شما این بینید با برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این حوزات علمیه، این علما، مراجع که نجف خب خدمت هزار ساله دارد، از دوران حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که اونجا قبر مطهرش اونجا بود و محبین بود و هست، و خب با این خدمت الان میبینید که قم هم کمتر از نجف نیست. با همین یک بانو که مدفون شده، در دور شمع چراغ این بانو میبینید چقدر علما، عرفا، بزرگا و الان اکثر مراجع و بزرگان و علما الان در قم هم جمع شدن. خب این از عظمت این بانوی مکرمه اسلام هست که چون میخواییم در همین جلسه این بحث رو تمام بکنیم، این زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها که انشاءالله امروز یا امشب اگر کسی موفق بشد این را بخواند، زیارتنامه خیلی زیبایی است که مهم این هست که این زیارتنامه از زبان امام رضا علیه السلام است، یعنی زیارتنامه را علما ننوشتن. خیلی از زیارتنامه های دیگر غیر از معصومین، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، با این همه عظمت زیارتنامه شه
یک معصوم ننوشته. خب اینه تقریبا کپی کردن از حضرت معصومه سلام الله علیها، و یا در بعضی از سایر امامزاده ها را همینطور علما نوشتن، ولی این را خود امام نوشته. اول این که میبینید چقدر آداب داره که فرمودن چون به نزد قبر آن حضرت برسی، خب سرت رو به قبله بیست، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله. و بعد حالا چون نمیخوایم که کل اینها را توضیح بدهیم، مختصر عرض میکنیم این سلام، سلامی که بر از حضرت آدم علیه السلام تا انبیای عظام ائمه اطهار علیهم السلام را اونجا ما مستقیما سلام میدیم، میگیم السلام علی آدم صفت الله، یعنی ما میگیم که حضرت آدم علیه السلام اینجا حضور دارد. السلام علی نوح نبی الله، همینطوری انبیای عظام، و بعد میگیم السلام علیک یا رسول الله، بعد یا امیر المؤمنین، یا فاطمه الزهراء. اینها نشان میدهد که ارواح طیبه این بزرگواران در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست. این نشانگر عظمت این بانو هست و اینها نور واحد هستند. و بعد میرسیم به خود حضرت معصومه سلام الله علیها که در اینجا میگیم السلام علیک یا بنت ولی الله، سلام بر تو ای دختر ولی خدا. السلام علیک یا اخت ولی الله، سلام بر تو ای خواهر امام ولی خدا. السلام علیک یا عمت ولی الله. همینطوری حضرت معصومه سلام الله علیها را که این جملات آخر را من همیشه میگم که اگر همین جملات بعد حق ما مستجاب بشه دیگه هیچ دعایی قبول نشه، همین کافی هست که ما میگیم یا فاطمه تو اشفعیلی فی الجنه، یا فاطمه معصومه تو ما را شفاعت کن در بهشت، که مقام شفاعت را این بانو دارد. فَإِنَّ لَكِي عِنْدَ اللَّهِ شَعْنًا مِنَ الشَّعْنِ، چرا در پیش خدا یک جایگاهی دارید. اللهم اینی اسألو که ان تختم لی بالسعاده، این دعا رو من خیلی دوست دارم و شاید ده بار همین جا من عرض کرده باشم در مراسم های مختلف، که خدای خاتمه عمر ما رو با سعادت ختم کن. ابتدا مهم است، الان مهم است، ولی اون آخر عمر خیلی مهمتر است، که آیا این ایمان ما، این تقوای ما، این حالا کمی بیشی که نسبت به اهل بیت ارادت داریم، این تا آخر عمر میماند یا نیماند. فلا تسلب منی ما انا فیه، خدای اون چیزهایی که الان بر من عنایت کردی، این عشق اهل بیت در وجود من هست، عشق بر نماز، دعا، قرآن، اینها را از من نگیر. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بعد بگه خدای دعای من مستجاب بکن به کرمت، به عزتت، به رحمتت، و در آخر که صلوات بر محمد و آل محمد میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ضمن عرض تبریک به همین مناسبت و به همین مناسبت هم در ایران مؤمنین این روز را روز دختر انتخاب کردند، یعنی روز فاطمه معصومه سلام الله، میلاد فاطمه زهرا سلام الله، روز میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها را روز همسر و زن، و روز میلاد فاطمه معصومه سلام الله علیها روز دختر انتخاب کردن، که خیلی هم مناسب هست چون فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر موسی بن جعفر علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام که ازدواج نکردن، حالا اون بحث دیگر دارد، ولی انشاءالله ما از همین طریق به همه اونهایی که دختر دارن این روز را تبریک عرض میکنیم، و به پدران هم سفارش میکنیم که انشاءالله با یک هدیه چیزی برای دخترانشان این روز را گرامی بدارن و معرفی بکنن فاطمه معصومه سلام الله علیها را. به همین مناسبت خداوند انشاءالله این توفیق را به ما عنایت بگرداند که ما بتوانیم روز به روز با معارف اهل بیت آشنا و عامل به علم ما قرار بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.